در این شماره از بسته اخبار بین‌الملل ایسنا خبرهایی از عدم ارائه قطعنامه از سوی قدرت‌های غربی علیه ایران در شورای حکام، ادامه مذاکرات تهران کیف در مورد هواپیمای اوکراینی، ادعاهای تازه سازمان منع تسلیحات شیمیایی علیه سوریه و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر شنبه 15 خرداد، شمار مبتلایان و فوتی‌های کووید 19 در جهان به ترتیب به 173,360,000 و 3,730,000 نفر نزدیک شد. تا کنون حدود 156,120,000 نفر از این بیماری بهبود یافتند. همزمان با افزایش شمار مبتلایان روزانه بریتانیا به بیش از 6,000 نفر، کارشناسان از نقش گونه دلتا در این افزایش خبر دادند. ترکیه روز جمعه کمترین میزان مبتلایان روزانه خود در حدود 5 ماه اخیر را ثبت کرد و از بازگشت تعداد فوتی‌های روزانه به کمتر از 100 نفر خبر داد. از سوی دیگر، آمارهای منتشر شده در افغانستان نشان می‌دهد شمار مبتلایان تازه شناسایی شده این کشور همچنان روندی صعودی دارد. در سوی دیگر جهان، ژاپن از کاهش قابل توجه تعداد مبتلایان جدید خبر داده، اما شمار مبتلایان و فوتی‌های مالزی همچنان روندی صعودی دارد. پرو با اصلاح آمار فوتی‌های خود اعلام کرد این کشور از ابتدای همه‌گیری شاهد مرگ بیش از 180,000 نفر بوده که در مقایسه با آمار پیشین فوتی‌ها حدود 2.5 برابر افزایش یافته است. عدم ارائه قطعنامه از سوی قدرت‌های غربی علیه ایران. کشورهای آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان در راستای جلوگیری از به وجود آمدن هر گونه تنش با ایران در جریان مذاکرات مربوط به احیای برجام، قصد دارند در جلسه آینده شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از صدور قطعنامه علیه ایران جلوگیری کنند. در خبر دیگر از تحولات پیرامون برجام، نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد احیای کامل برجام در دور ششم مذاکرات وین یا شاید در جریان دورهای بعدی این مذاکرات به دست خواهد آمد. ادامه مذاکرات تهران کیف در مورد هواپیمای اوکراینی. در دور سوم مذاکرات ایران و اوکراین درباره حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی، هیئت اوکراین صلاحیت محاکم قضایی ایران در رسیدگی به این پرونده را مورد تایید قرار داد. تایید صلاحیت محاکم قضایی ایران از سوی اوکراین پس از آن اتفاق افتاد که هیئت ایرانی گزارشی درباره اقدامات انجام شده در جهت محاکمه متهمین ارائه داد. هیئت ایرانی همچنین در جریان دور سوم این مذاکرات برای پرداخت 150,000 دلار به هر کدام از خانواده‌های درگذشتگان اوکراینی اعلام آمادگی کرد. درخواست سازمان ملل از کانادا و واتیکان برای تحقیق درباره گورهای جمعی. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از دولت کانادا و واتیکان خواستند تحقیقات کاملی در خصوص کشف یک گور دست جمعی متعلق به کودکان انجام دهند. این گور دست جمعی مربوط به 215 کودک از خانواده‌های بومیان کانادا بود که هفته گذشته در یک مدرسه شبانه روزی واقع در استان بریتیش کلمبیا در کانادا کشف شد. این مدرسه از سال 1890 تا 1969 برای آموزش کودکان بومیان کانادا استفاده و توسط کلیسای کاتولیک اداره می شد. درخواست اپوزیسیون بلاروس برای فشار بیشتر بر لوکاشنکو. اسوتلانا تیخانوفسکایا رهبر اپوزیسیون بلاروس از انگلیس، آمریکا و اتحادیه اروپا خواست فشار بر دولت بلاروس را افزایش دهند تا زمینه سقوط دولت الکساندر لوکاشنکو فراهم شود. بلاروس از زمان فرود آوردن ساختگی هواپیمای خطوط هواپیمایی رایان ایر به بهانه وجود بمب در هواپیما و بازداشت یکی از خبرنگاران محافظ دولت که در این پرواز حضور داشت با محکومیت، تحریم و افزایش فشارهای بین‌المللی روبروست. قانون جدید روسیه برای کاندیداتوری در انتخابات. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قانونی را به امضا رساند که طبق آن اعضای سازمان‌های افراطگرا از کاندیداتوری در انتخابات مجلس دومای روسیه محروم می‌شوند. این قانون می‌تواند مانع از حضور متحدان الکسی ناوالنی، رهبر بازداشت شده اپوزیسیون روسیه در پارلمان این کشور شود. ادعاهای تازه سازمان منع تسلیحات شیمیایی علیه سوریه. سازمان منع تسلیحات شیمیایی مدعی شد کارشناسان این سازمان پس از بررسی 77 پرونده مطرح شده در خصوص کاربرد سلاح شیمیایی توسط دولت سوریه به این نتیجه رسیدند که در 17 مورد
احتمال استفاده از سلاح شیمیایی وجود دارد. در مقابل، سفیر روسیه در سازمان ملل این سازمان را به استفاده از منابع مقرض و شاهدان دروغین در ارائه گزارش مربوط به سوریه متهم کرد. در خبری دیگر از تحولات سوریه، سازمان ملل متحد هشدار داد در صورتی که عملیات‌های امدادرسانی مرزی و کمک‌های بشردوستانه به مردم سوریه تمدید نشود، میلیون‌ها سوری در شمال غرب این کشور با فاجعه انسانی روبرو می‌شوند.